سلام، سه‌شنبه 29 مهر 93 21 اکتبر 2014 میلادی. در مورد 5 موضوع امروز صحبت می‌کنیم. موضوع اول اینکه سایت زندگی سالم خبر داد از اینکه دیروز دوشنبه 11 صبح در اصفهان به روی 3 دختر دیگه اسید پاشیده شد که یکی از اونها به دلیل اینکه به سینه‌اش اسید پاشیده شده بود فوت کرد و 2 نفر دیگه راهی بیمارستان شدند. گفته میشه تا کنون در اصفهان 14 نفر قربانی اسید پاشی شدند. جو وحشتی رو در شهر برای خانم ها ایجاد شده. مسئله ملی به وجود اومده که خبر اون به رسانه های خارجی هم رسیده. دیروز تعدادی از رسانه های بین المللی این خبر رو نقل کردند و مقامات وزارت کشور گفتند تعدادی دستگیر شدند، در حالی که آقای محسنی اژه‌ای تکذیب کرد که کسی در این رابطه دستگیر شده باشه. اما سپاه کماکان به پروژه انحراف افکار عمومی در این خصوص ادامه داده. صدا و سیما فیلم اعترافاتی رو در اصفهان پخش کرده که 6 نفر اعتراف میکنند که جاسوسی میکردند و کارشون ایجاد فساد بوده. در زاهدان درگیری گزارش شده. معاون نیروی انتظامی استان گفته تعدادی از اشرار درگیر شدند که از 2 طرف، هم نیروی انتظامی و هم اونها، بعد از تیراندازی زخمی و احتمالاً کشته داشته. آقای قالیباف شهردار تهران هم گفته که در تهران ما 15,000 کارتون خواب داریم که او گفته بعضی از اونها 10 روز یک وعده غذای گرم نخوردند و تعدادی از اونها گفته آدمهای تحصیل کرده و محترمی هستند، حتی بینشون مترجم چندین کتاب دیده شده و قول داده که شهرداری تهران به همونطور که قبلا قول داده بوده سرپناه خواهد ساخت و این کار رو بهش رسیدگی میکنه. رئیس سازمان نهضت سواد آموزی هم گفته 10 میلیون بی سواد داریم، 10 میلیون تحصیلات ابتدایی و 10 میلیون تحصیلات تا سیکل و به این ترتیب مجموع بی سواد و یا کم سواد کشور به 30 میلیون نفر میرسه. قبلا ایشون گفته بود 2.5 میلیون از این تعداد بی سواد مطلق هستند. سازمان یونسکو هم در بین 164 کشور رتبه ایران را از حیث باسوادی و سوادآموزی 86 برآورد میکنه. در تلویزیون جمهوری اسلامی هم مجری برنامه پایش آقای حیدری خبر داده از اینکه در هفته گذشته این برنامه سوال برنامه در مورد این بوده که آیا مردم کاهش بیکاری رو که دولت میگه حس کردند یا نه، و 60% گفته بودند خیر، ولی به فشار دولت و خواهش دولت اساسا این نظرسنجی پخش نشد. موضوع دوم این که خبرگزاری فارس بعد از اینکه فرمانده نیروی زمینی ارتش گفت که ارتش در مسائل اقتصادی دخالتی نداره، گزارش مفصلی رو این خبرگزاری سپاه منتشر کرده که فعالیت‌های اقتصادی ارتش رو نشون میده. به گفته خبرگزاری فارس، قرارگاه سازندگی قائم مثل قرارگاه خاتم الانبیاء سپاهه که صدها شرکت به اون وصلن و در حوزه های متعددی از برق و الکترونیک و معدن و ابنیه و ساختمان و غیره، آب و فاضلاب و غیره فعالیت میکنه. دبیرکل بانک مرکزی هم خبر داده از اینکه روزانه بین 17 تا 20 هزار
چک برگشتی داریم و مسئله کارمزد گرفتن از روی کارت های بانکی و ATM ها خودپرداز ها رو هم که قرار بود از آبان ماه به اجرا در بیاد گفته فعلا به تعویق میفته. روزنامه واشنگتن پست گزارش مفصلی رو چاپ کرده در خصوص سقوط قیمت نفت و تأثیرش بر اقتصادها و سه کشور رو گفته به شدت آسیب می‌بینند: روسیه، ونزوئلا و ایران. برای روسیه نفت زیر 100 دلار مشکل آفرینه، برای ونزوئلا نفت زیر بشکه 120 دلار و ایران احتیاج به نفت بشکه 140 دلار داره تا آسیب نبینه. اما در کارخانه نخ پارسیلون 200 کارگر کارخانه 3 ماه حقوق نگرفتند. در فولادسازان فرایند هم 80 کارگر رسمی 7 ماه بلا تکلیفن اخراج شدن ابتدای سال و 11 ماه هم هست که حقوقی دریافت نکردند. در اصلویه فازهای 17 و 18 بعد از این که کارگران وعده کارفرما رو دیدن که دیروز دوشنبه عملی نشد، موعدی که قرار بود 2 ماه از 4 ماه حقوق بدهکاری به اونها رو بپردازند، دوباره دست به اعتصاب زد. موضوع سوم این که آقای آمانو رئیس سازمان بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد دیروز که جمهوری اسلامی تعهداتش رو که تا ماه آگست بوده انجام نداده و این آژانس نمیتونه در مورد چاشنی های انفجاری و آزمایش هایی که منجر به سلاح هسته‌ای میشه اظهار نظر بکنه. گزارشی که اما از آژانس منتشر شده گفته میشه که ایران در زمینه های دیگری کاملا طبق قرارداد ژنو عمل کرده، از جمله 20 کیلوگرم 17 کیلوگرم اورانیوم 20% خودش رو اکسیده کرده و 4 تن هم اورانیوم 2% تقلیص شده رو طبیعی به حالت طبیعی برگردونده. آقای عراقچی معاون وزارت خارجه و رئیس هیئت نمایندگی ایران در مذاکرات هم در گزارشی که به کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی داده عنوان کرده که در همه موضوعات اساسی اختلاف وجود داره بین دو طرف و هیچ توافقی تا الان صورت در این موارد نگرفته. آقای کریمی قدوسی نماینده مجلس و عضو این کمیسیون هم از قول آقای عراقچی نقل کرده که امریکایی‌ها به 4000 سنتریفوژ برای ایران رضایت دادند، در حالی که قبلا به 1300 تا رضایت داده بود. موضوع چهارم این که پرس تیوی فرستنده انگلیسی زبان صدا و سیما عنوان کرده که خبرنگارش خانم سرنا شکشیم یا شیم که لبنانی الاصل هست و در تصادف در بازگشت از مرز ترکیه در ناحیه کوبان کشته شده، مرگ مشکوکی داره. قبلا دولت ترکیه به او اخطار کرده بود که جاسوسه و خود او گفته بود به دلیل گزارشی که داده بود که ترکیه اجازه میده نیروهای داعش از ترکیه وارد سوریه بشن. مسئله اختلاف بین ایران و ترکیه به ابعاد مختلفی رسیده، یکی هم این مرگ مشکوک که باید اون رو تنش دیگری دانست. آقای مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه هم اعلام کرد در یک چرخش سیاست ترکیه که ترکیه اجازه خواهد داد برادران کرد عراقی از خاکش عبور کنند و برای جنگ به کوبانی برند. بعد از اینکه امریکا با هواپیمای 303 چندین فقره محموله های سلاح و مواد غذایی برای کردهای کوبانی ارسال کرد، ترکیه هم این چرخش رو انجام داد که ممکن است تغییر
سرنوشت جنگ باعث بشه. در بغداد انفجار 23 کشته و در کربلا 20 کشته عملیات انفجار تروریستی به جا گذاشته. انفجارهای انتحاری که در کربلا کشته ها رو داعش به گردن گرفت. اما موضوع آخر این که جناب جنرال قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه که به ایران ظاهراً برگشته گفته که هر تلاشی در مقابل تشیع قرار بگیره شکست خواهد خورد، چون تشیع حقیقت مطلقه، از جمله لشکرکشی امریکا و داعش و غیره. هم این حرفا دامن زدن به دعوای شیعه و سنی است و هم بینش ایشون رو نشون میده. آقای مهدی ساغری رئیس دانشکده امنیت سپاه پاسداران هم فرمودند که از 36 کرسی علمی جهان 11 کرسی در اختیار دانشمندان ایرانی است. این کرسی علمی معلوم نیست منظور ایشون چیه. اندکی صبر، سحر نزدیک است، تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرفراز باشید به امید پیروزی ایران و ایرانی.